سلام. به درس امروز آواشناسی انگلیسی خوش اومدید. قبلا واکه های کوتاه انگلیسی رو بررسی کردیم و اون رو در چهار ضلعی واکه‌ای نشون دادیم: ای، ای، ا، آ، آ، او، ا. اینها رو به یک عنوان لکس هم گفتند، واکه های کوتاه لکس یا نرم هستند. حالا این لکس یا تنس مخالفش میشه تنس. واکه های بلند رو که میخواییم بررسی کنیم اونها تنس هستند. این تنس بودن یا سخت بودن و نرم بودن واکه بستگی داره به موقعیت ماهیچه های زبان. اگر ماهیچه های زبان منقبض هست، سفت هست در تولید واکه، واکه رو میگیم سخت، وگرنه واکه نرم هست. برای امتحان میتونید دستتون رو بذارید اینجا، این قسمت که ریشه زبان هست، زبان به دهان وصل شده، یه دفعه بگید ای، حالا بگید ای. وقتی میگیم ای، منقبض شدن ماهیچه رو حس میکنیم، پس میتونیم بگیم ای یک واکه سخت یا تنس هست، ای یک واکه نرم یا لکس هست. حالا با واکه های سخت که یه خصوصیتشون هم کشیده بودنشون هست و در انگلیسی گفتیم long vowels، در نشانه های آوایی اگر این واکه ها رو که اینجا لیست کردیم نگاه بکنید، همشون دارای دو تا نقطه هستن. این دو نقطه علامت کشش هست، یعنی واکه کشیده هست. ولی اگر واکه های قبلی رو نگاه بکنید، هیچ کدوم اون دو نقطه رو ندارند، کشیده نیستند، بس اون کوتاهند، نرم هستند. و واکه هایی که امروز میخواییم بررسی بکنیم سخت هستند و کشیده. پس اگر بخواییم تنس و لکس رو از هم جدا بکنیم، با توجه به نشانه آوایی که به کار رفته، خیلی راحت اینا رو میتونیم از هم جدا بکنیم. واکه های سخت کشیده هستند و علامت کشش هم این دو نقطه هست. خب واکه های کوتاه رو وقتی بررسی کردیم، پیشین و پسین رو بررسی کردیم. یک واکه کوتاه مرکزی داشتیم، ظاهرا اون از لیست افتاده به خاطر اینکه کتاب بعداً در مورد شوا جدا داره صحبت میکنه. ولی خب اگر با این دید میرفتیم جلو، باید واکه های کوتاه هم یک واکه مرکزی داشتن. خب در واکه های کشیده یا سخت ما واکه های پیشین داریم، یا واکه پیشین داریم ای، ای مثل بیت، سیت، سید،
با این ترانسکریپشن. واژه مرکزی این واژه در تلفظ آمریکایی وجود نداره. این رو معمولا دقت بکنید با آر همراه است و در تلفظ آمریکایی شوا و آر جای این واژه رو میگیره. مثلا این رو در آمریکایی میگیم برد، در انگلیسی میشه برد. برد حالا بعدا تمرین خواهیم کرد که این ا نیست، نگید برد، برد. حالا برای تلفظ این راهنمایی که میتونم بکنم اینه که شما راحت میتونید و رو تلفظ کنید. و و خب دندون بالا لوی لب پایین قرار میگیره و و تلفظ میشه. حالا بدون اینکه جایگاه زبان رو تغییر بدیم دهن رو باز کنید، میشه و و اون واکه مرکزی هست، برد و هرد. واکه پسین یا بک ستا داریم، آ مثل هات، هات، او بوت، بوت، و او فود، شوت، شوت. بعدم خواهیم دید. خب پس شد یک واکه پیشین، یک واکه مرکزی، سه تا واکه پسین. این واکه های پسین بعد از آ که زبان یه خورده بالاتر میره، آ باز هست، او نیم بازه و او بسته هست. هرچی از حالت باز به طرف بسته میریم در واکه های پسین، لب گردتر میشه. او گرد هست و او از اون گردتر. خب روی این چهارزلی حالا واکه ها نشون داده شده اند. ای ببینید نزدیک واکه اصلی شماره یک هست، یه خورده توتر. او نزدیک واکه اصلی شماره هشت هست، یه خورده توتر. مرکزی هست درست وسط. او نیم باز، آ باز هست. حالا برای تمرین این واکه ها شما ویدیو رو دارید، ببخشید اودیو رو دارید، شماره 3 تمرین های 1 تا 3 و خود تمرین ها هم صفحه 171 تا 172 هست. اینها رو تمرین کنید، گوش کنید و ترانسکریپشنش را هم باز در سلاید های آخری خواهید دید. بذار ببینم سلاید شماره چند هست. در سلاید 159 ما ترانسکریپشن این واژه ها رو داریم. خب بعد از اون تمرین حالا میاییم به یه تمرین دیگه که واکه های بلند و کوتاه رو با هم مقایسه میکنیم و اینها رو با هم تلفظ میکنیم که خوب دیده بشه کشیدگی و عدم کشیدگی. یک دفعه گوش کنید بعد خودتون تکرار میکنید. بیت، bit، neat، knit، bird، bed،
shoed, should, food, foot. Beat, bit, neat, knit, bird, bed, shoed, should, food, foot. خب حالا برای تمرینمون من واژه ها رو تلفظ می کنم، شما با توجه به واکه‌ای که درش به کار برده میشه فقط عدد رو بگید، یک، دو یا سه. یک، آ هست، هات. دو، آ، هات. و سه، آ، هات. هات نمبر وان، هات نمبر تو، هات نمبر ثری. کاد، کات، کد. کات، کات، کد. خب حالا گوش کنید، من یه واژه ای رو میگم، شما فقط شمارش رو بگید. کات، شماره دو. هات، شماره دو. هات یک. کات سه. کات یک. کاد دو. کاد یک. کاد سه. هات دو. هات سه. یه بار این ستا رو با هم میگیم. هات، هات، هات. کاد، کان، کاد. کات، کات، کات. باز ادامه همون یک دو سه. فیل، فیل، فیل. واکه سوم رو عوض کردیم با این پیشین بسته، فیل، نیم بسته و نیم باز. فیل، فیل، فیل. نیت، نیت، نیت. حالا شماره رو بگید. نیت دو. فیل سه. نیت سه. فیل یک. فیل دو. نیت یک. فیل، فیل، فیل. نیت، نیت، نیت. چیک، چیک، چک. چیک، چیک، چک. گیو ده نمبر، شماره رو بگید. چیک، شماره یه دو. چک دو. چک سه. چک یک. چک دو. چک یک. پول، پول. او و او. پول، پ،
پر، یک دو. بد بد، بد سه بد، چهار. حالا شماره رو بگید. پر دو، پر دو، پر دو. بد سه، پر یک، بد چهار، بد سه، بد چهار، پر دو، پر یک. حالا در جمله اینها رو در نظر بگیرید. اینجا آهنگر داریم، آهن رو تو آتش داغ میکنه، بعد میذاره روی سندان، اون رو با چکش میزنه. He heats the iron with fire. He heats the iron with fire. He hits the iron with hammer. دیگه من ای رو هم برداشتم که با اون یکی باشه. خب در اینجا من قسمت اول رو میگم، شما قسمت دوم رو بگید. He hits the iron with hammer. He hits the iron with hammer. He heats the iron with fire. He heats the iron with fire. He heats the iron with fire. He hits the iron with hammer. He hits the iron with hammer. حالا در این تصویر she lifts the baby and sits him on the wall. بچه رو بلند میکنه میذاره رو دیوار. ولی در اینجا بچه رو بلند میکنه میذاره تو صندلیش، میشونه تو صندلی. She lifts the baby and seats him on the chair. She lifts the baby and sits him on the wall. She lifts the baby and seats him on the chair. خب من قسمت اول رو میگم، شما قسمت دوم رو بگید. She lifts the baby، برای این this number. She lifts the baby and sits him on the wall. This picture. She lifts the baby and seats him on the chair. خب حالا من تا این قسمت جمله رو میگم، on the wall یا on the chairش رو شما بگید. She lifts the baby and sits him on the wall. She lifts the baby and sits him on the wall. She lifts the baby and seats him on the chair. خب در این چارت حالا همه واژه‌های انگلیسی رو داریم، کوتاه و بلند، سخت و نرم. همونطور که گفتم این دو نقطه نشانه کشیدگی است. تنس ها رو میتونید از لکس ها جدا بکنید. تو سی دی هم تمرین 4 و 5 از اودیو یونت 3 و خود تمرین صفحه 172 هست انجام میدید. ترانسکریپشنش رو در سلاید 160
میبینید. حالا من اینجا یه استراحتی به شما میدم، برمیگردیم.